آقا سلام، خیلی خوش اومدید. توی یه ویدیو شروع جدید سال جدید گفتم که حجم لتس پلی ها یا ویدیوهای دیگه بجز داستان قراره کم باشه توی کانال، ولی اگه مثلا احساس کنم یه ویدیویی لازمه درست بشه میام سراغتون. امروز از اون قسمت هاست. حتما در جریانید که بازی هالو نایت قراره امسال بیاد. حالا اینکه میگم چرا قراره امسال بیاد، به خاطر اینکه بازی الان توی ویش لیست ایکس باکس اومده و این نشون میده که احتمالا توی ایونت های آینده قراره مثلا تاریخ عرضم بدن، چون بازی روز عرضه قراره روی گیم پاس باشه. یعنی این یه ذره ذهنیتی این که 2025 میاد یا 2024 دیگه، عملا یه جوری با این ویش لیستی که اومده احتمالا 2024 یعنی همین امسال میاد. و خب چی بهتر از این که قبل از این که ما هالو نایت رو بازی کنیم بتونیم یه بازی بسیار شبیه به هالو نایت بازی کنیم، عنوان متروئیدوانیای خیلی خوش ساخته تر و تمیزی که لوسی دریمز استودیو ساخته، یه بازی به اسم بایومورفه قراره بریم سراغش و بازی بسیار جذابیه و اینکه بازی رو همین الان میتونید بخرید، فکر کنم قیمتش 20 دلاره. حالا نمیدونم تو ریجنای مختلف چجوریه، فقط هم رو استیم بچه‌ها رو کنسولای مختلف نیست. و بازی حال و هواش ترکیبی از المانهایی که توی بازی هالو نایت دیدین هست و المانهای متروئیدوانیاش، یعنی لوکیشن هایی که نمیتونید برید توی بحث پلتفرمینگ خیلی قالب جالبی داره، اونم یه چیزی شبیه به عنوان کربی ایشون که این پشت توی بازی یکی از انصاری نینتندوه. یعنی اگه که استریمای کربی منم دیده باشید، کربی میاد کاراکترهای مختلفو قورت میده و ابیلیتی هاشو میگیره. اگر سوپر ماریو آدیسی هم بازی کرده باشید دیدید که مثلا یه جاهایی ماریو مثلا میره تو قالب انمی هاش و قابلیت های اونا رو میگیره و این خیلی باحالش میکنه. بازی هم اینطور، یعنی یه سری لوکیشن هاش این حالت حال و هوا رو داره. و لتس پلیی که قراره ببینید گیم پلیه که من همینجور فرست ایمپرشن هم رفتم تو بازی و الان این ویدیو رو دارم بعد از در واقع بازی کردن اون تیکه‌ای که می‌خواستم براتون گرفتم. دو تا بازم تو بازی می‌زنیم، حالا هوای خود بازی هم می‌بینید. خیلی بازی تر و تمیز و صاف و ساده است. منی که خیلی پی سی گیمر نیستم دیگه، حالا رو پی سی نشستم بازیش کردم. بریم با هم دیگه ببینیم بازی چه جوریه و فکر می‌کنم از جمله بازیه که الان برای آماده شدن شما قبل از بازی هالو نایت خیلی جذاب باشه. با من همراه باشید. آقا من این تیکه اولش رو یه ذره طولانی می‌کنه ویدیو رو، تیزر اولش و اینا رو فکر کنم حذفش کنم چون خیلی طولانی میشه، چون میخواستم یه ویدیو یه ساعته باشه، یه سری کات. حالا کاتسین اولش رو داستانه دیگه، میتونید برید ببینید، ولی چیزی که هست هیچی هم ما ضرب مربه نداریم الان، ولی بازی خیلی تر و تمیزه هیچیه. خب الان این اتک و اینا رو داریم دیگه. اوکی خب اوکی، ضربه بالا و پایین و دیالوگام ولش کن. خیلی روون همه چی برا من حداقل. ضربه بالا و پایین و فقط جلو و یکم ضربه زیر دارم، چیز خاصی فعلا جز همین ضربه ندارم. اینم که دششه و امروز دسته ایکس باکس هم مشکل داشت، دسته پلی استیشن هم وصل کردم به استیم و اینکه فعلا مشکلی که نداری. این انمی هم که شپلقی میمیرن. این چیه؟ این یه چیزی باید باشه. حالا انمی های بالا رو سقف چجوریه؟ این چی میگه؟ قراره بچسبیم به سقف؟ یا اول فصل باز شد باس فایته. آره دیگه احتمالا پلتفرمینگ رو یاد داده، الان هم میخواد جان دیگه. اینو حذفش نمی کنم دیگه، این دیگه تو بازیه. اون تیکه کاتسین اول بازی رو ولی خیلی طولانی بود یه تیکه، یعنی قطعا یه چیزی بود که حوصله‌تون سر میرفت، حرف خاصی هم نمیزدم روش. بازی هم مستقله، یعنی سازنده پابلیشن ها کلن خود لوسید دریمز استودیوه. این نکته هم اضافه کنم، همین الان اصلا حواسم نبود، ممنون از خود استودیو که کد بازی رو در اختیارم قرار داده. این جزء بازیایی بود که من دیدم که اصلا خیلی پیگیر بازی پی سی نیستم، ولی پی آرشون مستقیما به هم ایمیل داده بود برای چون رفتیم یه جه دیگه.
لیو چقدر کرکتر شبیه به کرکتر اوریه. ببینین حالا من خیلی چون الان نمیخوایم اول بحث قصه و اینا باشه، خود گیم پلی رو ببینید، اینا رو خیلی سریع سعی میکنم که رد کنم، ولی تشیه و ساید میشنم باشه باید برگم دوباره گوش بدیم. توی این بریمیم چه خبره، برگشتیم همینجا که فلشبک بود. خب این قراره باس بشه، قراره چی بشه؟ بیا بیا داداش. نه اوه نگفتم میگیره ما رو، گفتم یه چیزی هستین. خب همین آربی رو بزنیم چی میشه؟ بکنم واسه جونه اون چیز قضیه. این هم که ضربه پایین داره توضیح میده، قبلا هم دمیج پایین رو دیده بودیم. پلتفرمینگ خیلی روونی داره چیزی که من دارم میبینم. حالا هنوز درگیر مپ نشدیم. آرتی اوه باسه، این باسه دشت تو شد رد میکنه حالت آب. رفت کاتسین. یا خدا قیافه رو، چقدر این قیافش ولی آشناس برام، شبیه این انیمه هایاو میازاکی از شهر اروا، شبیه اونه. یا رو اسکن کرد رفت توش. الان ما این میشیم. What؟ این چقدر شبیه چیز شد، شبیه سوپر ماریو آدیسی میزدیم کرکترها رو برمیداشیم. آه تو کربی هم اینطوری بود، تو کربی هم او پریدیم بیرون ازش. آها با دکمه آربی میتونستم برم بگیرمش این چیزو، میگم آربی البی. بگیریم. او یه سری نقاط بازی که نمیتونیم بریم و عملا یه انمی هایی توی اون لوکیشن هن که ما میتونیم سیس یارو رو بگیریم. مثلا الان اینجا میخوایم رد شیم. آها یورتمه تمام. خب حالا نمیدونم جلوتر ابیلیتی به همون میده واسه جاهایی که لاکه یا نه، ولی چیزی که مشخصه یه سری انمی های بازی اینا کشته میشن. رسما بازی بایوپانکیه چیزی که مشخصه. بابا یه جلو دیگه، بیا بیا نترس، بیا هوا تو دارم. یارو رفته عقب، مثل اینکه ما باید بریم جلو. یه دش زیر جواب بلسمه مسی از زیر رد میشه این بازیکن و تمام. خب حالا این چه فایده ای داره؟ بزن بزن ترک داش. به به راه مخفی. آه اسلاید هم که عوض میکنید دیگه تو اون کرکتر نیستید، یعنی توی هر لولی یه انمی خاصی اگه وجود داشت که میتونست این، نه نمیشه رد شد، نه یه انمی خاصی وجود داشت. این تایمینگ اینو بگیریم پگاه نریم. اوکی یه انمی این چه اینو چیکار کنیم؟ باید بریم این بالایی رو بزنیم فکر کنم. بالا که راه نداره، این طرف بالامون سقفه. اینو بزنیم فکر کنم بتونیم بریم اونو بشکنیم. اوه ضربه پشتش هم میخوره، بدنش اگه به ما بگیره اونم دمیج میده. خب دادش بیا پایین. خب این چجوری بهتره که از جلوش. آها این چیه؟ لاجیک بلاک. بالای اون راه داره پایین. اوه شت جونمون چجوریه؟ باب یه روش دیگه. با بریم این آبیه رو میشه زد؟ نه این تا حالا یه چیز دیگه میخواد برای رد کردن. این فکر کنم اینجا مثلا جزو لوکیشنایی باشه که با حالت چیز نشه رد شد،
خب آر بیه بچه ها واسه جونه، اون بالا دوتا دونه اسلات داریم، الان تونستم جون بزنم. هر موقع هم بخواید میرید بیرون از بدن میایید تو. این خط آبی احتمالاً جزو اون ابیلیتی هاییه که تو نرم بازی مترویدوینیا یه ابیلیتی میگیریم و میتونیم رد کنیم. بابا ریدم تو پریدنه، بذار عوض کنم. بالا اصلا راه داشت؟ داشت؟ نه فقط کشتن این بود و این کلن اومدیم پایین. این آیتم رو برداریم، فکر کنم خبری نیست. نه اون بالا هم چیزی نیست، بذار با این جای دیگه میشه رفت. بعید میدونم ها، بزنم این ته. نه اینم بسته است. اوکی نوست چی ترکوندی. خب همین تو لیول که بچه ها عوض میکنه. ای قبلیه هست کلا، اینا جسدشون میمونه میشه استفاده کرد. خب خوبه از این بابت. تو هر لیولی هم یه انمی گذاشته حالا، یا اگه باشه شانسمون، که میتونیم چیز کنیم، که میتونیم اینو برداریم و بذاریم. آقا یکی هم بچه هایی که پی سی بازی میکنید به من بگید. من یه بدبختی که داشتم با سیم وصل کردن دسته پلیستشن داستان داشت برام و قبول نمیکرد، چون واسه ایکس باکس مشکلی پیدا نمیشد هم با سیم هم بی سیم، ولی پلیستشن خلاصه بدون سیم با بلوتوث اینو اوکیش کردم. یه دانگلی هم داشتم گذاشته بودم از قبل. سیوه چیه این؟ چه بسته شد در پشتمون؟ این چیه باسه؟ باید سیو باش سیس. آه سیوه، بیا سیس سیوه. اینو به هم بگید رو پی سی چجوریه. اوکی این استات همونه. نایس تا هم که ریدن خبری نیست. خیلی خب بریم بریم بیرون. آیتم سیو هم گرفتیم. این چرا زنده شد؟ آه تو سیو رفتیم. اوکی یه داستانی که داره بچه ها، حتی پشت انمی اگه باشید به بدن انمی ضربه بخورید جونتون کم میشه. آها یورتمه اینا مثل این که انمی ها رو هم میکشه. خب اینم که میریم لیول بعد اگه میومدم نمیشه دوره. ببینید تو این لیول پایین یه سنگ داریم بالای انمی، اینو باید بزنیم سنگ پایین رو چی باز کنیم. ایزی خب چه باحال اومدم این بار، ولی جسدم رو گذاشت بیارم. این باسه دیگه، بیادش. اوه اوه چه رنجی داره اتکه. یکی دوتا سه چار سر پنجتا اومد پایین. داستان داریم ما، فاصله داریم با اون عقب. دوتا بود و بود و بود، چقدر یواش میره. زد پایین میام داستان داره. یک سه چار چقدر سر. آه رفت پایین، میشه زدش. اوکی آه داره پایینم. آه خط جونش هم اون پایینه، داره کم میشه ازش. این باز رسمی اول بازی، اون قبلیه که انمی عادی بود میخواست. اوه شد دیر رسیدم. میخواست چیز کنه، میخواست بگه فقط چطوری میتونی بدن رو عوض کنی. اه ضربه خوردم دیر رسیدم بهش، نصف جونم هم رفت. حالا بذار جون نزنی. دوتا بسه. آره دوتا که دیگه نخوری. اینم یه جون. اوکی وقتی که توی این حالت هم هستید میتونی چیز کنی، میتونی جونم بزنی. نباید حتما تو حالت بیا پایین، حتما نباید تو حالت عادی اونطوری باشی. نمیشه بخوابه. آفرین باز شد، باز شد. تو این حالت دمیجه رو داره بیشتر میخوره. خیلی باسه ساده یه عنوان باسه اول بازی، یعنی بمال یه بازی متروئیدونیا که سخته. آها راستی بچه ها درجه سختی هم نداشت تو بازی که من شروع کردم. اگه تیک اول رو حذف کنم درجه سختی نداره بازی، یعنی ثابته. بودو بودو شت درجه سختی هم نداره بازی. افتاد چه دو ضربه افتاد، تمومه دیگه. آره این بلند شدم من میزنم. او تمام نایس. چی بهمون داد؟ یه آیتم. وا چه کاتسین شد، من آیتم رو بر نداشتم. آها جلو جسدشه. خیلی تر و تمیزه بازی. آ درجه سختش با توجه به باسی که دیدم همچین چیز خاصی نبود. تو طول بازی هم پلتفرمینگش انقدر ترپ نداشت که ما رو بکشه. حالا جلوتر چی بشه نمیدونم. با
باید ببینیم بایومای مختلف هم داره رنگ بندی یا همینجوری آبیه تا ته ماجرا. آها اینو که کشتیم داشت منفجر میشد ساختمون، فرار کردیم پرید، تازه پرولوگ تموم شد. این باس باس پرولوگ بود، اینجا پرولوگ بازی رسما تموم شد. چی داد؟ اچیومنت هم میده استیم؟ پشمایش اثر بزرگ علوی. این کیه؟ شبیه بازی اسپریت فرر بود، کشتی با میستاد کنارمون. شبیه انیمیشن یارو با تفنگ اومده منو یاد بازی چیز انداخت، ناصر ماکان علی خانی اینا تو اون حال و حواس کلن. یه یاد اون افتادم. تونتو اینا رو رد کنم، قصه اینا فعلا ولش، فقط گیم رو بینیم. اسکیپ هم داره ولی یه قومینی یه چیزی مهم آیتم میگه، قرمزی چیزی میکنه متنو، سایدی پایدی چیزیه. آه تازه مپ بازی باز شد. اوکی با چی آر؟ اوکی آه میتونیم پین کنی با چیز. اوکی با ممه یه راست دسته میشه پین کرد. اینا ابیلیتی هایی که بعدن اضافه میشه. اوکی بولی هم خیر تو پیتر. این اسکولو برگردیم حرف میزنه؟ چی میگی داداش؟ خب این چیز خاصی نمیکن. اینا میتره که نه، جعبه ها که خبری نیست. این 65 پایین ما چیه؟ رو شیلدمونه؟ یه چیزی بود برداشتیم این اضافه شد به همونا. سریع تر از اینم نمینه. پرش دش بزنیم یه خود سریع را میریم. حالا بعدا احتمالا ابیلیتی های دابل جامپ و دش مثلا خاصی و اینا. اوه اینجایی که اومدیم یه اسم جدید داره. ساختمون چیه؟ کافه است. اینا NPC های بازی هم بذار رد کنیم. خب اینا که کاراکتر قصه گوی بازی هم ممکنه ساید میشن هم داشته باشن. فعلا میخوایم یه ذره تو بازی وول بخوریم ببینیم چه جوریه. اینم بچه ها حتما بگید. ببین من این لتس پلی رو چون خود استودیو مستقیم ایمیل داد و گفت قبلا محتوای متروئدوانیا درست کردید، بی تاثیرم نبوده. دمتون گرم واقعا. همسر بلسفمس داستان قسمت 1 40000 تا ویو، قسمت 2 نزدیک به 20000 تا، خود داستان هالو نایت که نمیدونم چرا دیده نشه، تا بازی بیاد خیلی دیده بشه چون تو کامیونیتی فارسی نداریم داستان هالو نایت انقدر تر و تمیز. اونا فکر کنم نزدیک 10000 تا ویو خورده و خیلی استقبال کردن که حتما یه محتوای لتس پلی بسازیم. منم واقعیت صاف اومدم ضبط گفتم که یا بازی رو حال نمی‌کنم اصلا، میام یه ویدیو معرفی صرفا میسازم، ولی چیزی که دارم میبینم فکر کنم لتس پلیش رو براتون بذارم. یعنی اگر که دارید میبینید ویدیو رو، من تا همینجا دو دل بودم لتس پلی رو بذارم یا نه، ولی خیلی تر و تمیزه. اینا چیه کلن؟ هیچی هم نداریم ها. اوکی خود بالای صفحه هم یه دونه مینی مپ داریم سمت راست. شانسی من کامرا رو گذاشتم وسط راست، الان مپه رو فکر کنم میبینید، فکر کنم جایی که دوربین گذاشتم، چون الان رو صفحه خود بازی هم نمیتونم صفحه OBS هم رو ببینم، فکر کنم جایی که دوربینم هست الان شما دارید میبینید مینی مپ بالای صفحه رو. المانی چیزی باشه معلوم میشه. اه مامان بزرگ اسمش میمی. او این سایده ها بچه، این گربش رو گم کرده. این سایده، این کاراکتر سایده. یه قدم نخوندم تپ تپ رد کردم نفهمیدم چی میخواد، ولی این سایده. یعنی الان رفت از اینجا تو مپ بازی. اون بالا سمت چپه که چیزها، اون تو مینی مپ الان دارین میبینید گربه کشیده، این همون پیرزن است. اینجا هم باید یه چیزی باشه، چی نیست؟ چرا تو مپ که چیزی نشون نداده؟ شاید چیزی نیست دیگه. تو مپ آخه هیچ آیتمی نداره. یه دونم سیو داریم. خب سیو رو که بگیریم. اوکی چرخنده جلو رو بریم برداریم. آه یه آدمه، یه لحظه بایستین فکر کردم باسه. بوید ایده با حالیه. انمی رو برداریم، بهترین جا واسه خاروندن دماغ، جایی که میشه دیالوگ رد کرد.
این ایده خوبیه ها، که مثلا یه انمی توی لول تو به حال هوای بازی هم میخوره ها، یعنی سر اون بحث لودو نراتیو دیزونانسی که میگم گیم پلی با داستان مثلا بخونه، ما الان اینو که برداشتیم کجا باید بریم؟ این از این جهت باحاله، سر اینکه شما تو گیم پلی هم تاچ میکنید. این پایین رفتم، بذار الان بی خیال شیم بریم بالا. فعلا اینو میشه قشنگ چیز کرد، اینو میشه قشنگ حس کرد تو جریان بازی که شما عملا یه سری لیول ها رو باید انمی رو بکشید و اسکن کنید بدنشو. اوه چقدر دراز اسمش هارل ها، اسم هارلو بود. آدن، آدن جون چطوری؟ اینم میتونه ساید باشه. موبایل من چی میگه تو این هیری بیری؟ بغل اینم بچه ها چیزی نبود، هنوز هم هست. خب این که حالا شب ساید ماید به نظر نمید، این تم که همین اومدی بیارو رو دیدیم، خبری باید اینجا باشه بعدنا. خدافز، سلام بورسون. این اینجا یه جوری نیست، چیش اینجا نیست، علامت هم نداره. سیستش مثلا مثل سیست شاپای تو بازی میمون، دشش ولی باحاله. موسیقی بکش هم دوست دارم، خیلی پلتفرمینگ روونی داره. بریم پیش خانم گربه ببینیم این چی میگه. سلام، میگه پیچی گفت بابا بذار بخونه. حالا من توی دیالوگ یه چیزی پیداش کردی یا نکردی؟ ما پیدا نکردیم چیزا، نگشتیم اصلا، ولی این سایت بودم توی آشپزخونه است. اینم احتمالاً یه NPC که براش دریوری میاریم، اینجا یه اتفاقی میفته، حالا چی رو نمیدونم، هیچ آیتمی فعلا نیست اینجا. خب یه بار دیگه تو حرف بزن. همین راجب گربه هاش، این گربه هاشو گم کرده بنده خدا. در قفل بالا هم باید یه چیزی باشه، بعدا باید انگولکش کنیم. پایین این ور چرا پایینش راه نداره؟ آها این باید یه چیزی بگیریم که بتونیم پایین رو باز کنیم، این ور نمیتونیم بریم. جعبه مبام زدم، آیتمی چیزی به من نداد. خب ولی یه سوراخ اون ور داشتیم، گفتم نرفتم اون سوراخه رو بریم ببینیم چه جوریه. این که مینی مپش بالا خیلی جمع و جوره، یعنی یه سایزیه که هم چشتون میبینه، همین که هی مجبور نیست، چون یکی از مشکلات بازی های کلن میترویدوینیا مقوله مپشونه. تو بازی پرینس آف پرشیان گفتم بهتون یه المان جدید به بازی میترویدوینیا اضافه کردن که شما میتونی اینجا هم که هیچ خبری نیست، میتونی یه آیتم در واقع چیز کنی، میتونی یه آیتم رو تو بازی برداری که اسکرین بگیری از اونجا میری روش یادت بیاد کجاست. تو حرف جدید نداری؟ نه همون چطوپت قبلیش. بعد بریم جلو ببینیم چه خبره. بعد اینکه یه مینی مپ کوچولو اون بالاست خیلی کمک میکنه. الان من دارم میبینم مثلا چرخ دنده رو دارم میبینم، مزو اسکای وی یه خورده بایومه فرق کرد، ولی هنوز اون تم آبیه رو داره، هنوز بازی اون تم آبیه رو داره. یا خدا این الکتریسیته چیه؟ انمیه؟ یا بگیلیم انمی بود، مثلا اینکه انمی بود. بریم بالا. بابا بیا پایین، موبایل من چی میگه تو این هیری ویری؟ بیا پایین ببینیم چه خبره. وا آها این زیره با دش سولاخو یک لحظه نزدیکو نبینم و همون مسئله کار. ای بابا همون کار دستمون بده. خب این چیه؟ باسه دیگه این یکی؟ نه 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 باس نیست. آه بچه ها کامبت سیکشنه. یکی از امضاهای عناوین میترویدوینیا اینه که شما رو توی یه لول حبس میکنه. تو همه بازیاشون هم دیدید، هم اوری دیدید اینو، هم بلسفمس دیدید، هم تو هالو نایت دیدید، این حالا معروفایی که بازی کردین رو میگم. و یه ریواردی هم داره. بلسفمس اینم چرخ داده چیکار میکنه؟ آه این همون آچاره بود که باید میگرفتیم. شما محبوس میشید، یه سری انمی از مابای داخل بازی اونجا میریزن سرتون، همه رو که میکشید ریواردو میگیرید. یعنی یه استایل دیزاین ثابتیه که تو بازی میترویدوینیا هست، کلا فرقی نمیکنه. خب این چرخنده رو باید یه جایی تحویل بدیم. میگم چرخنده آچار پیشگوشتیه، میگم با اون یاروه وایساده بود وسط راه، به اون باید تحویلش بدیم.
هیچی، هیچ راه مخفی اینجا نیست. سمت راست اینورم نرفتم ها، اینجا که خبری نیست. اینورم بسته است، اینورم بسته است. اوکی، فکر کنم باید بریم تحویل بدیم به همون بنده خدا که وسط راه بود قبلی که پاشیم بیایم تو این لول. این چه اتفاقی براش نمیفته؟ خب بالامون که اون هیچیو نداره، این اصلا جزء چیزایی نیست که. نه همین تو ذهنم فکر کنم باید تحویل بدیم. تعداد جونامون هم زیاد نشده ها، هنوز چیزی مثل مقوله شاپ اینا هیچی نمیشه، ماپ اینا چیز. به همون برگردیم بریم تحویل یارو بدیم. این گاری هم که تکون نمیخوره، این دوربینش هم که یه جایی زوم این زوم اوت میشه منو یاد چیز میندازه، اسم بازیش چی بود؟ فیست. انصاری زمانی پلی استیشن بود، الان رو همه پلتفرم ها هست. فکر کنم تایمی هم رو گیم پاس اومده بود. حالا برید ببینید بازی فیست و اف آی اس تی، بینش هم نقطه داره. اونم متروئدوانیای باحالیه، ولی اون دیزل پانکیه بازیش، ولی اونم سیستمش اینطوری بود، یعنی کامرا یه جاهای دور و نزدیک میشد، ولی اون خیلی افت فریم داره. یعنی فیست رو بازی کنید افت فریمش ممکنه یه جاهای آزاردهنده بشه واسهتون، ولی متروئدوانیای بامزه‌ای بود. اون تمام 6 7 ساعت بود اونو تموم کردم. یه دونه کی آیتم داد، کوستمون آپدیت شد، همین چرخنده رفت چرخنده چپیه. اون بالا هم یه لوکیشن جدید باز شده، رنگش کلا فرق داره، بنفشه. اینم که واسه مارک کردنش بود، میگفت دکمه آ رو بزن. چجوری پاک میشه مارک؟ آقا میخوایم برداریم. آها باید نگه دارم و مثلثو. چرا دست پلی استیشن رو با ایکس و وای و زد میشناسه؟ آینه نشون نمیده دست پلی استیشن رو، الان دست ایکس باکس تصور کرده. اینم دیفالت پی سی، اینم بهم بگی. دقیقاً دفعه اولی دارم دست پلی استیشن واسه میکنم. ایکس باکس نمیدونم چش بود، با سیما اینا میزدم، انقدر کانکتش کردم دست ایکس باکس هم رو به خب این چخ این آچار رو به این بدین چیکار میکنه. انقدر واسه کردم به اپل آرکیدمو، یه کوست آپدیت دیگه دادم به اپل آرکیدمو به ایکس باکس هم قاطی بود امروز، هیچی اینور اضافه نشد. آها ولی چیزو داد بالا، دوتا فلش داده بود بالا، آپدیت میانه روش. تو اینونتوری ما که هیچی نیست. چرخنده هم رفته، یه بیلدی میزنیم بیلدو هنوز نفهمیدم. ولی این ساختمونه، او این ساختمونه هم ساختمونه نبود، میگفتم یه خبری هست، باید اینو میرفتیم که میومده یارو. خب پس این چیزایی که فکر میکنیم یه چیزی هم هست قطعا چیزه. این ام پی سی جدیده، باش حرف نزدیم. مارکر تار، چقدر حرف میزنه مارکر تار بابا. یه لحظه دماغو خاروندم. بالا هم راهی نداره، این چیه جان؟ پتش کردیم. این گربه زنه است حاجی، حالا بعدا میریم بهش میدیم. این یکی گربه های پیر زنه است تا ساید میشنه، حالا باید بریم بعدا سر فرصت بهش بدیم. این تو چه خبره؟ او فروشگاه، او چقدر داریم پایین؟ 127 دونه داریم. هر کدوم یه کاری میکنن. لیدل هلپر فررفیل اون فیز 3 اکسلریتور هم بد نیست، ولی این چیه جدید نداشتیم؟ مومنتو سوکت، این کلیز جور مومنتو سوکت، اینو نداشتیم مومنتو سوکت رو، مثلا جزء ابیلیتی هایی که داشتیم نبود. این چیه؟ این شیلده 75 تا تنها هم فکرم الان پول همینو داریم، همه دیگه بالا 100 تا. خب اینو خریدم. کجا میادین؟ خب این که هیلینگ افیشنسیمون رفته بالا، فلان رفته بالا، اینجا هم که هیچی توش نیست. اینا هم اصلا اینا هم ابیلیتیه که بعدن این قسمت این همون شاردای هالو نایت دیگه 100 درصد. ای اینم این ورش بود، الان اینو چجوری بذارم بالا؟ با نباد با... چیکار میکنی؟ آها میگه که this action can only be done while at a safe. safe منظورش چیه؟
میگه فقط وقتی میتونی عوض کنی، اضافه کم کنی که تو سیف باشی. سیف چیه؟ سیو میگه، یعنی بریم جایی که سیوه. سیف کجا بود؟ تو بازی دیدم این دیالوگو داداش. اینجا هم سیف حساب نمیشه، این منطقه هم رو لحاظ نمیکنه. تنها راه تست ماجرو اینه که هم که چرت و پرت میگه. بذار حالا گربه زنه رو بعدا میریم پیشش، الان وقت گربه نیست. بریم تو سیف، الان میذاره عوض کنم، الان ببینیم میذاره. آخ منظورش همین بود آقا، درست کرد، گذاشت بذاریم تو سیف. باید میرفتیم که میذاریم. این اسم اینا یه چیزی سیف بود. او این شیلد میاد دورمون، فکر کنم مثل همون شیلد است که تو الن رینگ داشتیم، یا توی چیزم داشتیم، سونیک هم داشتیم. وان شاته. آه وقتی هم سیو میری وامیسیم پر که 3 تا دونه شیل داریم، وقتی هم میری تو سیو دوباره شارژ میشه. داشت تو چی نمیفروشی دیگه؟ چیا میفروخ بزنیم دیگه؟ چی بود؟ اما سیف کیت هاست در واقع. چقدر حرف میزنی یا ابلفاز. اوکی فعلا که اینجا خبری نیست. خیلی واقعا متروئیدونیای باحالیه. منی که کلا خیلی حال نمی کنم رو. الان مثلا یه مشکلم اینه که میکروفونم اینجاست، این میخوام عدد اینجا رو ببینم، باید بیام اینور میکروفون ببینم چه خبره. اون تهش هم که خبری نبود، اینورم که نه. بریم بیرون، بریم بیرون. امیدوارم توی این گیم پلی حداقل یه باس دیگه ببینیم، چون باس اول بازی که خبری نبود واقعیت. خب این اومد یه آپگرید رفت رو اون، این یارو کرکتر شول چیز تفنگ اسنایپری، اسنایپ دستش اومد و صحبتشو کرد و اینا رفتن و اگزیکیوشنر دیگه چی چیه دادی به من. این هم ابیلیتیه. اوه ابیلیتی جدید. الان که نمیتونیم، باید بریم رو سیو وایسیم که انجام بدیم. فست راول اونم باز شده، دیدین آپدیت زدیم روی این. خب بیاد این، اینو اضافه میکنیم. زده 30 دونه ازش داریم، تیر میزنیم. اما یارو تفنگه اومد تیر رو به ما داد. میریم تو سیف دوباره پر میشه، یعنی نباید تیر میرم جمع کنیم. اوکی خب حالا فست راولمون چجوریه؟ آه سیف دیگه ای نداریم که فست راول کنیم. باید یه دونه دیگه پیدا کنیم که فست راول هم برامون کار کنه. الان مثلا چون سیو خاصی نداشتیم، فست راول هو تو تو. اوکی بریم ببینیم با این وضعیت مسیرمون به چه شکل پیش میره. خب این همونجاست که میگم نما دور و نزدیک میشه، آدم یه ده فیست میفته. اینقدر میترویدوینیا زدم، ندارم هر تیکش رو توی چیزی میبینم. من حالا رو پی سی بچه ها بلد نیستم فریم ریت و اینا رو چک کنم، مثلا چشمی اگه افتی چیزی باشه میبینم، ولی افت فریمی که ندیدم. اون تا بازی فکر میکنم این چیزی که من میبینم اف پی اسش بالاتر از 100 حدسمه. خیلی حالا عددشون رو بلد نیستم. اگه رو پی سی هم بهم بگید چجوری میتونم اف پی اس بگیرم و اینا. اینم که اوکی کرد، باز کرد مسیر جدید و انمی جدید. اوکی تیر میزنه، تیرش هم بر میگرده. سلام. اوه چه جونی داره. مرد مرد. بشین بشینیم توش، یه بشینیم توش. این کلیدو با تیر میزنه. بشینیم اینجا، بشینیم روش، بشینیم. او بچه اون انمی هم که پایین کشتم میشد بریم برش داریم، شاید نرفتم. آه بیا الان یه دونه اینجا داریم با شیلد. آه تک ضربه است، تک ضربه است. شیلده با یه شات بچه ها میپره کلن. ای بابا اینقدر دارم حرف میزنم باز یادم رفت برش دارم یارو رو. حالا مهم نیست، از یه جهت خوب بود اگه یارو رو برمیداشتم. این چی میگه؟ او گوزید تو صورتمون.
مرد. خارا رو بریم رو این، این رد میشه. آها این NPC واسه رد شدن این خاراست. اون NPC هم که دو بار کشتمش یادم، او نزدیک بودم تو خار، یادم رفت بردارم. اون میتونه تو مصرف تیر صرفه جویی کنه دیگه. اوه این فوچو سونکا. چرا اینجوری تو؟ بیا بابا بیا خودتو. این واسه پلتفرمینگ بالا احتیاج داریم، بذار یه جون بزنیم برای پلتفرمینگ بالا. مجبوریم از این استفاده کنیم که رو خارا با چه نمیپره که پرید به مشکل نخوریم. اوکی نداداش نداداش ریدی برگرد بگیرش، هنوز پلتفرم خار داریم. او یه دونه دیگه پایینه. چوس در برابر چوس. بچه این مسابقه گوزه رسمان. بریم یه دونه لباس نو برداریم. سریم لیول بعدیه چه خبره؟ ببینید گوشه ها اون لب تو مینی مپ هم الان مشخصه، جایی که میتونیم بریم، جایی که هست قشنگ معلومه. ببینید مرد مردن. ببینیم چه شکلی تو. ببین آها تو تیر صرفه جویی میکنه اینجوری. شما اینو بردارین، حسنش اینه که دیگه تیر نمیزنی، تیرش هم میره برمیگرده. بسیار عالی. آها اوه تیرش بچه دیدید پایین اومد. هر جایی وایستاده باشین تیرش میاد. خب اینو برمیداریم که روی این پلتفرم میگه اوه بتونیم بریم جلو. خیلی روونه پلتفرمینگ بازی، یعنی واقعا دوستش دارم. بابا اینا رو نینتندو سویچ بدید دیگه، رو پلی استیشن بدید، رو ایکس باکس بدید. پی سی کی بازی میکنه الان؟ همه نیست بچه ها پی سی گیمرن. یا خدا اوه آجی انمی ها نسبت به یه سری تایپ اتک هم ضعف دارن. مثلا اینو با گوز زدیم دو تا شات مرد. اوه 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 برق نزدیک بود که ما رو بگیره. بله با گوز میشه دکمه هم قطع کرد. زیبا بود. چیزی این بالا ها نیست، اتحالا باید ابیلیتی هایی بعدن بگیریم. اون بالا که عمران بشه رفت اصلا نمیره بغل این بابا. اون بالا اون برای نمیدونم چجوری میره. anyway او این که گوشی منوز جسدش هست برش داریم. بیا دادش بیا بریم بالا. حالا فوقش هم زنده شده بود میکشتیمش دوباره، اتفاق خاصی نمیافتاد. اونو بعدن میشه گرفت. میبینید میری روش اتحانا پرواز میکنید. این باید جزء ابیلیتی هایی مثل دبل جامپ و ابیلیتی هایی که موومنتی توی میترویدوینیا ها اضافه میشن سر اون. ببین این مپه یه سوراخ راست داشته که ما رفتیم این ور رو نرفتیم. چرا رفتیم؟ آه این پایین رو نیومدیم، سمت چپ پایین رو نیومدیم. میبینید یه سوراخ داره قشن، جایی که میتونید بریدم تو مپ بازی مشخصا تو مینی مپ هم معلومه. تو اینجا اومدیم که قبلا بودیم، اینجا رو بود. اوه شیت وای بابا بغلت بودم که. خب اوکی یه سوتی دادم دیگه چیکار کنم. خب ما الان دو تا، یه راست داریم یه پایین داریم. خب یه مسیر داریم به سمت راست، آره اینجاست. این کیه؟ NPC جدیده. خب هیچی هم علامتی چیزی اینجا نزد، ولی اینجا هم میبینید شبیه مغازه ایناست. اینجا هم بعدا یه خبری باید یه NPC دیگه. تو چی میگی؟ موسیقی روونی هم داره، اصلا اذیت نمیکنه آدمو، خیلی باحاله. کاش ببینیم باس، من یه ذره موسیقی باس رو سری اول چک نکردم چه حال و هوایی داشت. انمی ها میزنیم این داره پر میشه. من الان بالا رو جونم هم دیدم ها، میبینید بالا سمت چپ و الان نه، بالا سمت چپ الان رو ببینید قشنگ معلومه که با ضربه زد. اینجا هم بعدا یه خبری میشه. میبینیم مثل حالته اون مغازه بود که گفتم یه چیزی توش داره، اینجا هم قطعا بعدن NPC ها اینا اضافه میشن. اوکی آقا اوکی ولمون کن،
خب یه مسیر چپ پایین داریم، پایین رو نرفتیم، سوراخ پایینش رو. کلید اینو چجوری بزنیم؟ با تیر؟ بله. اوه بیا حشره موزی. چجوری تیر میخوره بهش؟ اصلا تیر بهش نمیخوره که. چجوری این تیر رو میزنن؟ با اوه اومدم برم زیر تیر هوایی بزنم، نشد. اوه اینا هم میگیره بهمون. آقا اینا هم به ما چیکار کنیم واسه اون مسیر؟ چیکار میشه کرد؟ چیکار باید کرد؟ بیا دادش بیا بریم. ای بابا اون بالا راسته چی بود؟ بدنه یا رو برش دارم با این بریم پایین ببینیم با تیر این میشه کاری کرد. دادش بیا با حاله. اگه که بشه با تیر این باز کرد و مسیر رو، اینکه تو خود لول قفل چی با این میای جوابه. آه یه بابا با تیر معمولی هم میشد، باید یه جای خاصی میزدی. سوتی خودم بود. آها این که میاد پیش خودم نمیذاره دمج دوم رو بخوره. خب دیگه خداحافظ. ببینید مثلا 4 تا تیر خودش رو خورد ولی با گوز اون یکی 2 تا خورد. احتمالا انمی ها نسبت به ابیلیتی های همدیگه هم نقطه ضعف نشون میدن. خب اومدیم لاین پایین. بیا داداش بیا. فوچوسک اومد. ای بابا نه حتی میشه با تیرم زده ولی تیر رو نمیخوام خراب کنم. اوکی باز شد. خب راحت رد میشیم و این چوس قوی داره ولی یا دقت کردین من هر جوری نگاه میکنم اکثر انمی رو وان شات تو شات. آره اوه یه دونه دیگه چوس هم پایین داریم. چوس سر برابر چوس. اوه داشت میومد دنبال چیسی کرد. اینا چیکار کنن؟ دوتا رو میزنیم چی میشه؟ خب اینا رو میتونیم ما دوتا بدن هم با هم بگیریم. اینم باحاله که مثلا به جای تک بدن دو بدن بگیریم هم باحاله. خب بالا پول رو جا گذاشتم میبینیم؟ اشتباه پشت اشتباه. یه آیتم میشنی هم برداشتیم. آها ای او ای دمیج این بازیکن واقعا زیبا بود. پولا رو رفتیم بالاخره برداشتیم. دو تا اوه توش موندم حواسم نبود. خب میتونیم خودمون رو هی بخوریم. نه همون دو بار رو میره خودش رو میخوره بیشتر نه. اون یه ضربه رو که حالا گفتیم داریم ضربه. اوه سیف. آه الان میتونیم فست رو بلم. چه اون آپگرید داشت روش دیدین؟ آپگرید داشت دیدید؟ آپگرید اومده بود. آپگرید چیکار میکنه میبینیم الان. ولی الان میشه فست رو بلو چک کرد رو مپا. یعنی الان میتونیم فست رو بلم رو روی مپ ببینیم چجوریه. آپگرید باید بکنیم. آها همه یه سیوا رو باید یه آپگریدی روش بزنیم با اون آیتمه که فست تراولش اکتیو بشه. الان با این وضعیت اینجا نقطه سبزیه که واسش فست تراول هست. دیگه چیز دیگه هم نداریم توی حالا. هر جا رو که باز کرده باشیم آپگرید کرده باشیم قابلیت فست تراول باشه به راحتی فست تراول رو میزنیم. اوکی مکانیزم فست تراولش هم خیلی پیچیده نیست. سلام. حالا اینقدر پول در آوردیم بریم ببینیم کاسبی در چه حاله. کجا بود این NPC؟ NPC بود مغازه داشت ترید میکرد سمت راست بود. این بود این که بکنم آچار پاچار میگرفت. نه این نبود. اون بالا راست بود بکنم پشت. آره پشت همین بنده خدا ویلیامز. این تو تریدش الان میتونیم خرت و پرت بگیریم. خب 138 تا داریم.
یعنی تو سری اون شارژ اونه اون 175 تا که برام قفله فیز 3 اکسلریتور رو بذاریم. آره حالا دیگه بعد بیشتر پول در آوردیم اوکی میکنیم. خب اینم باید اکویپش کنیم. یه اکویپ هست رو مون که او 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 بذاری من برم اینجا اول توی فستر رو بلمون چه اینجوری رفته. ها یه کله نمیره باید حتما رو سیف باشید. دیدین این ممنتو رو که گرفتیم اینو باید حتما توی اون شاردا بذاریم. حالا میرم توی سیف. احتمالا اونم میگه توی سیف باید باشی که بذاری دیگه اون شاردای قابلیت تا سالا رفتم اونجا حتما میذارمش تو سیف رفتم میذارم. دره اونجا باز نشد. فستر رو ولو بزنیم. کجا میخوایم بریم؟ اینجا. نایس. خب اینجا جدیدیه که باز کردیم. خب بریم لوکیشن های بالا سمت راست ببینیم چه خبره. اه دیدین یادم رفت ممنتو رو بذارم گرفته بودم. اوه اوه چکیدم میخوریم رو ضربه رو کله انمی. بیا پایین تیرو بزن با اون. بیا داداش بیا پایین. آه. خب الان واسه چی بودین؟ الان واسه چی اینو باز کردی؟ همجا علکی باز کنیم بره. حشره شورت مولا. اوه خب حالا که من بد جایی افتادم سه تا تیر دوتا میذاریم چپ داریم و راست. اوه ممنتوه رو یادم رفت رو سیف. آه رو سیف بزن. آه چقدر این تیرش دمیج نمیده. همین یه تیری داره ها. بمیر دیگه مرد فینیت دو. خب بگیریم روی این رد شیم. این که برق بالا هم بزنیم. طبقه بالا شیراه داره میبینید. بریم چپ بریم اینجا چه خبره. ای کنده شد دوباره نداریمش. خب و این برقی ها رو قبلا هم داشتیم. اوکی وان شات هن اینا. با میستیم برق رو بزنه وان شات. پولا رو جمع کن. پولو بده بیاد. پول پول ما دوست داریم. این چیه؟ اینترکت رفت چشو انداخت توش اسکن کرد. مپ آپگرید شد. مپ آپگرید شد. یه لوکیشن پایین آورد اضافه کرد اینجا. اگه استریم بود میگفتم بچه‌ها یادتون باشه که رب برگشتم این آیتم جدیدی که گرفتم توی ابیلیتی ها ست کنم. الان دیگه خیلی پایینی. بعدن حالا اگه که برگشتیم سیو یا فستر رو بری چیزی رسیدیم اوکیش میکنیم. یه صدایی میاد میبینید. باسه؟ باسه آجی باس. خب بذار ابیلیتی همونو استفاده کنیم. یکی اوه اوه دوتا. اوه 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 نقطه جلو. مردیم تو سینه یارو. لات بازی و اینا بابا من یه ذره اگریسیو بازی نکردم. این طرف باید بریم سمت راست بالا پایین. خب تو مینی مپ هم البته داریم برای زدنش. پولمون هم افتاد نگاه نکردم ولی فکر کنم پولمون هم افتاد. بابا بمیر دیگه. وای انقدر عجله دارم حولم سر مردن. وای دوباره اون ابیلیتی رو یادمون رفت برداریم. بابا حالا اینم که دو ساعت داره می خیلی تیرش ضعیفه. تیش فقط به درد این میخوره که یه جایی میخوای اهرم چیزی را بندازی. ببینید انچنت برق میزنه رو انمی ها ولی باید این حشرات حالا منو نمیزدن. قشنگ یه جلوم افتادیم. داریم میریم باس فایت یه جلوم افتادیم رفته. بیا بذار اینا میذاره پرشیم. بیا حالا اینو وان شات زد. ابیلیتی هم گرفتیم ولش کن به درک. میریم میزنیمش این دفعه. سلام. و چقدر دیلی داره این رعد و برق شما.
اوکی آقا، این دفعه بعد قبل زدن اینا پولو بر نداشتم، قبل زدن سری بریم پایین بزنیم، این که دیگه کاری نمیکنه. روش یه بار کرده اسکن کرده دیگه قسمت پایینو در. آره پول من پایین افتاده، اون پایین شکلش معلومه، میبینید توی مینی مپ قشنگ داره آدم میبینه. خب پولمون برگشت، خب راحت. پشت باس فایت هم گذاشته، تو خود باس فایت نذاشته، اینش خوبه. تیرمون نمیرسه، برد نداره. بریم جلو، اکتیو شد. خب من شیلدو زدم، یا با تیر بزنیم. آها آها اوه چه دمیجی داده، قدی که شیلد روم بود. خب اینا هم رو جا خالیش دستمون آورد. اوه دش، این میشه این ور اون ورش کرد با دش، ولی دمیجش خیلی زیاده. با شیلد جون زدم، این شیلده میده به درده چی میخوره. ای بابا پشت گیر کردیم، پشت حاجی حاجی. آدم از محاسن شیلد بگم، میشد شیلد زد. این اگه که شیلد بزنیم میتونیم تو شیلد جون پر کنیم، یعنی این سه تا شیلده واسه تایم جون پر کردن واقعا جوابه. دوبار ما رو کش، انمی سخت نبود، به ذره سستستی خودم تستش. این چرا برق رو کلشه؟ این برق مال خودشه، رفتی به او مای گاد. من باید خیلی دقت کنم جون ازم کم نشه، به خاطر اینکه تا باس فایت. بابا اینم الان اینجا زد دوتا. او 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 بمیر من، بمیر من، جونم کاش جونو زده بودم بعد اینا رو میکشتم. وای بابا موف، یه جون دادیم رفت دیگه. برم انمی راستا رو بزنم ببینیم چقدر میده. همه انمی ها یه خط الان تازه دیدم انمی ها خط جون دارم. بابا چوس پر کرد، یه چوس پر کرد کلا. ولش کن نمیصرفه. بریم باس فایت، ایشالله که تو باس فایت بزنیم. دو دفعه به یارو مردیم، اینجا رو سریع باید بزنیم. تمام گفتم قبل ضربه زدن، حالا که اینا وان شاتن ایزی میتونیم جمع کنیم. باس سختی هم نبود، اشتباه خودم بود، یعنی بد بازی کردم. صاف بریم پایین پولو برداریم و اوکی. شیلد هم تازه داریم، خواستیم جون بزنیم از شیلد استفاده میکنیم. اگه دیدیم اوضاع خیلی خرابه. آها پرش، یکی دوتا ضربه آخرش هم به اون نمیخوره، یه دش پشت دوتا ضربه تمام. با میسی تیرا رو جا خالی میدیم، تیرای دور اونو حالا تا موقعی که داریم میزنیم تموم شه. ضربه سوم زد، یه ضربه دش، دوباره پشت ضربه، ایزی کاری نداره. ای بابا تیر نمیرسه، دو سه تا تیر حروم حرس کردن، حتی اکثر استفاده. نه جون لازم هنوز نه، شیلدام رو فقط واسه تایمی که میخوایم جون بزنیم نگه میداریم. که مثل اوه بابا مف زدی، خدایی مف زدی، قبول دارید مف زد. دیگه این روتینش مشخص شده دیگه، راحته. زدیمش این راند 100%. او حاجی گیر میکنه ته این. اوه وای مفت مفت، جون بزن جون بزن. شیلو نزدیم، رفت فیز بعدی. یا خدا بالا آسمون، فهمیدین چی شد؟ این تیکه یه گوشه یه راست یه لبه داره کله آدم گیر میکنه. یه دش، همون روتین قبلی. وای زیادی جامپو گرفتم، چون دقیقا میزان نگه داشتن دست شما روی دمیج هم تعریف میکنه که چقدر میتونید به طرف ضربه بزنید. خب اوکی
اوکی اون لبه تهو گیر نکردم دیگه. خوبه بابا، چقدر تو هوا زمین میری. آها خوب جنجون کردم، تمومه دیگه، تمومه یه جورایی، آخرشه. او توش 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 توش. اوه جون نداری، وای گوه توش جون نداری. شیلم داریم، بذار باز نگه داریم، جون گرفتیم واسه زدن جون استفاده کنیم. آها تموم، اصلا نرسید به شیلد و اینا، مرد. ایزی پیزی لمس کویزی. ولی خب شیلد رو میتونید تو جون زدن استفاده کنید. فیز دومش هم خیلی سخت نبود. من دقت کردم گوشه های مپ اون تایمی که میپرید هوا فقط یه بار یه آیتم مینداخت، یعنی رندوم نبود، یه جورایی فکر کنم سلکت شده بود. اینجا دیگه کجاست؟ رنگش هم فرق داره، میبینی؟ رنگش گلبهی داره. اون بالا هم لنده صورتی داشتیم، نکنه کلا بایوم و رنگ بندی مختلف هم دارن. بله دونز آف تایم، اخیران هم رفتم دون دو رو دیدم و اصلا یه لند جدیده. یه نمی چجوری یارو شاکی بود رسمن. خب اینو که نخوریم. این چی؟ داشت بکم میداد، رو ضربه مینداخت عقب آدمو. گوشی چی میگه حالا تو این هیری بیری وسط زبط؟ آها آره وابا داشتم تست میکردم. اسکل اون که هیچیش نمیشه. اینا چی؟ این تیرها هیچ اتفاقی براشون نمیفته؟ جهت بدیم؟ نه این یه قابلیتی، ابیلیتی چیزی باید باشه. اینجا اون بحث المان های متروید مهم میشن، اینجا هم که اصلا کاری نمیشه کرد، نمیشه رفت. خیلی خب بابا چقدر تلگرام داره پیغام میاد. آقا تا این تیکهی که رفتیم، یا خدا الان تیرم میزنه تو من. اوه آقا تا این تیکهی که رفتیم به نظرم با حال هوا بازی آشنا شدی، دوتا باس هم زدیم و به حضورتون عارضم که من دوستش داشتم، بازی با حالی بود و خیلی خوش گذشت به من. خب من این تیکه رو بازی رو بستم دیگه و اینکه به نظرم بازی با حالیه، حتما بری تجربه کنید بهم بگی چجوریه. من خیلی پی سی گیمر نیستم، دوست ندارم رو پی سی بازی کنم، میذاره گارد دارم، ولی حتما روی نینتندو سویچ اگه بیاد یا روی ایکس باکس بیاد واکتوروش هم حتما توی تویچ استریمش میکنم. امیدوارم ویدیو رو دوست داشته باشید، منتظر قسمت فیام باشید. دمتون گرم، مرسی که این ویدیو رو دیدید. یادتون نره کامنت و لایک و اینام بذارید برای ویدیوها که بذاره ساجس خورمون هم بهتر باشه. عاشقتونم، فعلا.